بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تو این جلسه میخواییم به حل تست های فصل دوم بپردازیم. یه چند تایی با هم دیگه سوال رو میبینیم، راجع به لوله های یوشک میخواییم دوباره یه سوال رو ببینیم، یه سوال راجع به اینکه مخلوط بشن چه اتفاقی میفته، و یک سوال هم راجع به عرضم به حضور شما که نیرویی که به کف ظرف وارد میشه رو میخواییم به دست بیاریم. بریم سراغ اولین سوال. میگه در شکل زیر مساحت بزرگ، مساحت پیستون بزرگ یعنی اینجا A1 و جرم اون M1 و مساحت پیستون کوچیک A2 و جرم اون M2 هستش. اگر چگالی مایع زیر پیستونا برابر با 2000 کیلوگرم بر متر مکعب باشد، M2 چند کیلوگرم است؟ خب A1 رو بهم داده 100 سانتی متر مربع، A2 رو بهم داده 5 سانتی متر مربع، M1 هم بهم داده 1 کیلوگرم. خب بریم ما هم دیگه سوال رو حل کنیم. یه سوالیه که نمونهش رو با هم دیگه زیاد دیدیم و زیاد حلش کردیم. خب من اینجا رو میگیرم خط ترازم، چرا؟ چون تو یه مایه‌ن. اینجا نقطه A، اینجا نقطه B. بالا سر نقطه A چی دارم؟ یه روجه هاش دارم، یه دونم فشاری که این پیستونه داره تولید میکنه. پس همون رو مینویسم. پس پی A برابر است با پی بی. پی آ خودش می شود یه دونه روجه هاش، رو به امداده 2000، ضرب در ژ 10، ضرب در هاش هم چقدره؟ 10 سانتی متر. فقط به اس آی تبدیل می کنم، ضرب در 10 به توان منفی 2. این باید به علاوه فشاری که این پیستونه تولید میکنه باشه، که می شود ام 1 ژ تقسیم بر آ 1. اینجا هم آ 1 هست دیگه، اینجا آ 1، اینجا هم آ 2 تقسیم بر آ 1، که خب من مقدار این رو میدونم. ام 1 خودش گفته 1 کیلوگرم، پس میشود 10 تقسیم بر آم چقدر؟ آ 1 هم خودش گفته 100 سانتی متر مربع، فقط به اس آی تبدیل کنم، ضرب در 10 به توان منفی 4. کل این به علاوه یه دونه هم پی 0 میشه که اهمیتی نداره. این برابر با پی بی. پی بی چیه؟ یه دونه ام دو جه تقسیم بر آ دو. آدم چقدر خودش گفته؟ 5 سانتی متر مربع. ده 30 سانتی خودش 10 به توان منفی 2ه، به توان 2 برسه میشه ضرب در 10 به توان منفی 4. خب من اینجا رو یکم سازه سازی کنم، اینا و اینا با این میره، میشود 2000 به علاوه این مقدارش چقدر میشه؟ یه صفر این با یه صفر این میره بالا، این بره بالا میشه 10 به توان 4. یه ساده بشه میشه 10 به توان 3 یا همون 1000. این برابر با چی؟ یه دونه M2 که اینو میخوام، یه دونه هم اینجا خودش هست، این 10 دیگه، به جای این میتونم بنویسم 10، که این با این ساده میشه، این میشه برابر با 2. خب این میشه 2 تا M2 تقسیم بر 10 به توان منفی 4، که این میاد تو اینا ضرب میشه تو تک تک اینا. بعد عرضم به حضور شما که یه ساده سازی ریزی اگر انجام بدم، به 2 همه رو بخوام ساده کنم، این 2 با این میره، اینجا این میشود 1000، اینم میشه 500. حالا شاید یه راه دیگه ای مثلا برای ریاضی باشه، دلت بخوای اینا رو با هم دیگه جمع کنی بعد اینو ضرب کنی، اینا فرقی نمیکنه، هر جور که تو خودت راحت تری. خب این میشود 1500 ضرب در 10 به توان منفی 4 میشه. خب 10 به توان منفی 4 ببین ساده است دیگه، یه این میره شد 10 به توان منفی 3، یکی دیگه رفت 10 به توان منفی 2، یکی دیگه بیاد 10 به توان منفی 1، یکی دیگه هم بیاد میشه برابر با همون چیزی که میخوام، پس میشه 15 صدومه. همه چی هم به اس آی گذاشتم، پس اینم به کیلوگرم به من میده، به کیلوگرم هم از من خواسته، میشه گزینه اول. بریم سراغ سوال بعدی، سوال 112. میگه دو ظرف مکعب شکل A و B پر از یک مایع هستن، اگر ابعاد ظرف B n برابر ظرف A باشد، وزن مایع یعنی W و فشار حاصل از مایع در کف ظرف B به ترتیب از راست به چپ چند برابر ظرف A هست؟ از فشار هوا هم صرف نظر شود. خب بریم ما هم یه سوال حل کنیم. یه سوال خیلی ملو مهربونی هم هست سوال، این A و اینم B و اینا چیزی نداره.
خب من میگم من چی رو خواسته؟ میگه وزن مایه آ چند برابر وزن مایه بی هست. خب من میدونم وزن رو با چی نشون میدن؟ دبلیو بی. من دبلیو بی به دبلیو آ رو میخوام، این رو بنده میخوام که به دست بیارم. آقا دبلیو همیشه برابر بود با ام جه. بیا منم الان دقیقا میخوام همون رو نویسن، ام بی جه، اینجا هم ام آ جه. دانش آموز میگه آقا یه جاهایی به من میگفتی نمیدونم دبلیو اف و اینا با هم دیگه فرق داره و اینا، من چیشو قاطی کردم و اینا. میگه بابا بنده خدا وقتی من اصلا چی بود اون؟ میگفتیم اون نیرویی که به کف ظرف داره وارد میشه است که با دبلیو فرق میکنه. خود دبلیو که همیشه برابر با ام جه است، ربطی نداره این دوتا با هم دیگه. اینو سعی کن قاطی نکنی با هم دیگه. خب ام بی جه ام آ جه. من از طرفی هم میدونم که رو برابر است با جرم تقسیم بر حجم، یا بهتر میدونم ام برابر با رو وی. من میخوام همینو بیارم تو اینجا بنویسم. بیگو به من به جای ام بی مینویسم رو بی وی بی ضرب در جه. اینجا هم رو آ وی آ جه. آقا مایه یکیه، پس روها با هم دیگه ساده میشه، جا هم با هم دیگه ساده میشه، پس میشه وی بی به روی وی آ، مکعبه. پس باید این به توان سه برسه، میشه ان، میشود ان سه آ سه. خود ان آ یعنی یک زلم که ان آس رو به توان سه رسوندم دیگه، حجم رو میخوام دیگه. تو نمیفهمی، بیا مساحت اینجا رو حساب کن که میشه این به توان دو، میشه ان دو آ دو، ضرب در ارتفاع کن میشه ان سه آ سه. همینه با بنده خدا، این چه چیزایی رو گیر کردی. حجم آ هم میشه دوباره آ سه، آ سه با آ سه میره، این برابر میشود با ان سه. خب اصلا گزینه رو زدیم رفت، شد گزینه سه، چون فقط گزینه سه گفته وزن بی به وزن آ برابر با ان سه. ولی حالا بریم قسمت بعدیش هم با هم دیگه باز نگاه کنیم. حالا چی رو میخواد از من؟ میگه فشار حاصل در کف ظرف بی چند برابر فشار حاصل در کف ظرف آ هست. پی بی به روی پی آ. من میدونم اینجا دیگه روجه هاشه برام خوبه، روجه هاشه خوبه. تو حال نمی کنی اف به روی آ هم میتونی بری الان، چون که F دقیقا با W اینجا برابره، از ظرف من خوشگله، F با W برابر. ولی الان با روژه هاش هم میتونی بریم، گیری نداره. روژه هاش B، روژه هاش B تقسیم بر روژه هاش A. رو با هم دیگه ساده میشن چون جنس یکیه، جه هم با هم دیگه ساده میشن، میشه هاش B به روی هاش A. هاش B اینجا میشود N A به روی هاش خود آ میشه آ، که این آ هم با این آ میره میشود ان. دیدی که تو گزینه سم فشار بی ان برابر فشار آ هست، پس میشه گزینه سه. بریم سراغ سوال بعدی، سوال 113. میگه نیمی از حجم ظرفی استوانه‌ای را با مایه با چگالی رو و نیمی دیگر را با مایه با چگالی رو پریم پر میکنیم. پس نصفش رو، نصف دیگرش رو پریم. دو مایه با یکدیگر مخلوط شده و چگالی مخلوط شده 9000. اگر حالا در حالت بعدی دو سوم ظرف رو با مایه با چگالی رو و مابقی رو با مایه با چگالی رو پریم پر کنیم، فشار ناشی از مایه بر کف ظرف 8/9 برابره. پس فشار رو در این حالت هم اولا به هد داده، گفته 8/9 برابر شد. چگالی رو و رو پریم به ترتیب از راست به چپ چند کیلوگرم به روی متر مکعب است؟ از فشار هوا و تغییر حجم دو مایه صرف نظر کنید. بچه چرا میگه تغییر حجم دو مایه صرف نظر کنید؟ برای اینه که تو بعضی از موادی که با هم دیگه حالا مخلوط میشن، با هم دیگه شروع میکنن به واکنش انجام دادن، حجم اولی هم با حجم ثانوی هم دیگه متفاوته، پس حواست به این باشه. ولی این ما اصلا اونا تو بحث شیمی و ایناست، ما خیلی وارد اون بحث نمیشیم، خودش گفته صرف نظر کنید. خب بریم ما هم دیگه سوال رو حل کنیم. بیا اینجا ببین، من شکلاشو برای تو کشیدم. خودش گفته اول یه رو پیری میداریم که حجم ها برابره، پس ارتفاع با هم دیگه برابر. اینو ما هم دیگه قاطی کردیم، ارتفاع ها گفته تغییری نکره، پس اینم هاشو هاش. عرضم به حضور شما میگه حالت بعدی دو سوم حجم رو گرفته، بعد میشه دو سوم ارتفاع و یک سوم طبیعتاً رو پیریمه که میشه یک سوم اچ، اینجا هم میشه خود اچ. خب
من میگم چیکار کنم؟ حالا دانشان میگه آقا تو از کجا فهمیدی رو پیلینگ چه گالیش بیشتر از اینه؟ میگم من نفهمیدم، من همینطوری کشیدم. تو اصلا میخوای برعکس بذار، فرقی نمیکنه. من همینطوری کشیدم، حالا برم جلو ببینم چی میشه. شاید اصلا همچین چیزی نباشه، شاید برعکس باشه دقیقاً. ولی من یک چیز رو میدونم، چی؟ و اون قانون بقای جرم. یعنی آقا یه جرم کلی وقتی تبدیل شده این جرم نباید تغییر کنه. چون اگه قرار باشه جرم ها تغییر کند، این همه ما ای برابر با MC2 اینا اگه یه جرمی تبدیل به این صورت ولش کن. اینو میخوام بهت بگم که آقا جرما باید برابر باشه. پس اصلا وارد اون فضا نشو که جرما برابر نیست. من جرم برابر قانون برابر، این همه با انیشتین اینا صحبت کردن. پس من میگم من اسم اینجا رو اگر شما اجازه بدید میذارم ناحیه یک، اینجا رو میذارم ناحیه دو و اسم اینجا رو میذارم ناحیه سه. خب من دوباره همینجا هم این کار رو میکنم، اینجا یک، اینجا دو و اینجا هم سه. من میگم جرم ناحیه یک یعنی M1 به علاوه جرم ناحیه دو M2 برابر است با کل ناحیه M3، اینم جرم ناحیه M3. و از طرفی هم یه جاهای یادمه که چگالی بود جرم تقسیم بر حجم. من حالا دوباره میخوام اونو بیارم توی بازی. پس به جای M1 هم میتونم رو ضرب در V. رو اینجا چیه؟ رو پیریم. بیا رو پیریم ضرب در V1 به علاوه به جای M2 می نویسم رو V2. این برابر است با M3 که میشه چی؟ میشه روی اینجا که خودش گفته بگی برابر با 9000، یا حالا بهتر بوده نیستی رو 3 ضرب در V3 که حالا خودشون ضرب در V کلم دیگه، V کل بنده. خب من میدونم این V این خودش گفته آقا نصف حجم کلمه، پس این میشود 1/2 حجم کل، این هم میشود 1/2 حجم کل. حجم های کل رو با هم دیگه ساده میکنم، یه ضرب در 2 هم کنم که این 1/2 بپره، میشود رو پریم به علاوه رو برابر است با 1800 کیلوگرم به روی متر مکعب. آه 9000 میشه 18000. خب این یه رابطه. من اسم اینو میذارم ناحیه این، به اسم اینو میذارم رابطه یک. حالا برم سراغ رابطه دومم. خب من شک بکرش رو برای شما کشیدم قشنگ خیلی مرتب و منظم. فقط یه چیزی من میدونم که خودش گفته وقتی این اتفاق میفتد فشار ناشی از مایه بر کف زر 8/9 حالت قبل می شود. پس من همونو میخوام بنویسم که من میگم من اسم کل اینجا رو بذارم ناحیه الف، اسم کل اینجا رو بذارم ناحیه ب، یعنی قسمت الف قسمت ب. تو قسمت الف خودش گفته، گفته آقا پی سه ب برابروی پی سه الف، خودش گفته چند برابر شده؟ 8/9 برابر، 8/9 که این خودش برابر چیه؟ رو ج هاشه، اینجا هم رو ج هاشه ناحیه 3 در قسمت اینجا ب بود اونجا میشه الف. خب من میدونم ژا با هم دیگه برابر، هاشا هم با هم دیگه برابر، فقط این روها با هم دیگه برابر نیست. یعنی من می نویسم روی سه ب به روی روی سه الف برابر با 8/9. آقا روی سه ب یعنی چی؟ یعنی چگالی ناحیه سه در حالت ب، چگالی ناحیه سه در قسمت الف. بفهم اینا رو بابا. پس این برابر خودش با چیه؟ خود اینجا هم بهمون گفته این برابر با 9000 که این به 9 میشه 1000، این میشود 1، اون ضرب در اون میشه، از روی 3 به برابر میشود با 8000 کیلوگرم به روی متر مکعب. پس من چگالی اینجا رو به دست آوردم،
پس من چگالی اینجا رو به دست آوردم که شد 8000 کیلوگرم به روی متر مکعب. همین کاری که اینجا انجام دادم باز اینجا میخوام انجام بدم، یعنی بگم M1 به علاوه M2 برابر با M3. بیا بنویسم M1 به علاوه M2 برابر است با M3. به جای M1 می نویسم رو پریم، دیگه نمی نویسم V1 و اینا، مستقیم می ذارم به جای V1 می نویسم 1/3 V کل. بفهم چرا تو رو خدا من با هم می نوشم V1 که می دونستم V1 برابر با V کل تقسیم بر 3، من هم همون رو نوشتم. به جای M2 هم می نویسم رو ضرب در، به جای V2 هم می نویسم 2/3 V کل. این برابر است با روی اینجا که برابر با 8000 شد ضرب در V کل. آها، حالا V کلا با هم دیگه دوباره خیت می خوره، همرم توی 3 ضرب کنم که اینا بپره، می شود رو پریم به علاوه 2 تا رو برابر با 3/8 = 24000. اینم یه رابطه دیگه. ببین من اینجا رو پریمو می‌خواستم ولی دو تا مچول داشتم، یه معادله اینجا یه معادله دیگه نوشتم که یه دو معادله دو مچول خوشگل بنویسم و برم. پس من از معادلات 1 و 2 نتیجه خواهم گرفت که یه بار رو پریم به علاوه رو برابر با 18000، یه بارم رو پریم به علاوه 2 تا رو برابر با 24000 هستش. بیام همه رو توی این بالایی در یک منفی ضربش کنم، بعد این دوتا رو با هم دیگه جمعشون کنم که این با این ساده میشه، اینم با این میمونه یه دونه رو برابر با این از اون کم بشه، دو تا اینجا میمونه، 4 تا اونجا میشود 6000. خب این رو میشه این رو پریم، هم حساب کنم رو پریم اینو به جای این بذار ارزم بزنم 6000 میشه 12000 تقسیم بره اون و اینم میشه 12000. ببین نمیفهمی اینو ببرید در این ضرب کنی کلا میشه 12000 که این بره اونور 24 منهای 12 میشه 12، اینم میشه 12000. پس رو 6000 و رو پریم 12000 خواهد بود، میشه گزینه 4. بریم سراغ سوال بعدی، سوال 114. میگه در شکل زیر، در این شکل سطح مقطع قسمت پایین و بالای ظرف به ترتیب 30 سانتی متر مربع و 150 سانتی متر مربع است. اگر 7.5 لیتر از یه مایعی به چگالی 3 گرم بر روی سانتی متر مکعب رو بریزیم اینجا در ظرف بریزیم، بزرگی نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع چند نیوتن است؟ پس چی از ما میخواد؟ بزرگی نیرویی که به این کفه داره وارد میشه. خب من برم سوال رو حلش کنم. آقا من قبول داری که اگر بفهمم این مایه من تا کجا میاد بالا، تا اینجا میاد بالا، تا اینجا میاد بالا، تا اینجاها میاد بالا، میشه پی؟ یه روجه هاش نویسم، یه پی ضرب در آو جواب حل میشه و میره. پس من اول برم اون رو حساب کنم. اول من بگو میدم اینو در این حد ظاهر شو که یه لیتر چند سانتی متر مکعبه؟ یه لیتر 10 دفعه گفتم 1 لیتر 1000 سانتی متر مکعبه، ولی تو باز هم نفهمیدی، یا 10^3 سانتی متر مکعب. پس وقتی میگه 7.5 لیتر از یه مایه ریختم، بابا 7.5 لیتر از یه مایه برابر میشود با 7500 سانتی متر مکعب. پس من برم ببینم این تا کجا اومده بالا. اول حجم اینجا رو حساب کنم ببینم اینجا همین 7500 رو جواب میده که من خیالم راحت بشه و برم. بیام حساب میکنم، میگم اینجا ناحیه 1، من اول حجم ناحیه 1 رو دارم حساب میکنم، میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، پس میشه 75 ضرب در 30. یه صفر داره میذارم اینجا، 3 5 تا 15 تا یکش میمونه، 3 7 تا 21 22. من کلن 7500 تا ریختم ولی این 2250 تا شتونه سه تعمل کنه سانتیمتر.
پس به این نتیجه میرسم که آب من حالا نه یه مایه من تا اینجا ها اومده بالا که من این رو ندارم و باید برم حسابش کنم. خب من میگم کلا 9500 تا داشتم، یه 2250 تا این رو اینجا پر کرده. حالا اینجا چقدر حجم مونده؟ بیا 7500. ببین تو چقدر تو مخی که من باید برای تو همه چی بنویسم. 2250. یادت میاد تو دبستان منها میذاشیم، صفر این میشد 4، این میشد 10، 5، 2 اینم میشه 5. بابا تو چقدر تو مخی. پس حجم ناحیه دوی من، پس حجم ناحیه دوی من مون چقدر؟ 5250. این هم خب من میدونم که حجم اینجا شد اونقدر، یعنی انقدر آب باید بیاد این بالا، ولی این ارتفاع رو من میخوام. پس میگم ویدو از طرفی برابر چیه؟ مساحت قاعده که 150 ضرب در این ارتفاعه، ضرب در اچی که من میخوام باید بشه چقدر؟ 5250 سانتیمتر مکعب. این هم همه سانتیمتر مکعب دیگه، در این حد شما باید زاهدش. خب یه صفر این با یه صفر این با هم دیگه ساده میشه که یه مقدار اگر باهوش باشی از اینجا یه ضرب تقسیم ساده است، از اینجا اچ بنده به دست میاد 35 سانتی متر. حالا 35 رو بیا تو این ضرب کن میشه همون 525. باور نداری به این 5 تا 25 تا دو تاشون 5 تا. بیا من اصلا اینجا برای تو اگر باورت نمیشه ضربش کنم، 15 ضرب در 35، 5 تا 25 تا دو تاشون 5 تا 5 تا 7 تا یه صفر میاد، 5 تا 15 تا یکش میاد میشه 4 تا 5 2 1 525. دیدی شد همون؟ ولی تو هنتون اینا رو هم اشتباه مینویسی. و حالا بچه ها یه سه جدی بهتون بگم، اغلب بچه ها ببین 70% بچه ها تو همینا میلنگن ها، تو ضرب و تقسیم و جمع و تفریقای ساده دبستانی میلنگن. کسی دنبالت نکرده آروم یه جا بنویس بگیم به قشنگ راحت به عدد برس و مطمئن باش که درسته. خب پس من ارتفاعم رو درآوردم، حالا میگم F بنده میشود چی؟ میشه پی ضرب در آ. تو اینم نمیدونی از کجا اومده. بابا پی مگه F به روی آ نبود؟ و این مگه همیشه هم صادق نبود؟ خب همینه دیگه، پی ضرب در آ. این برابر میشه با چی؟ به جای پی مینویسم روژ هاش، روژ هاش ضرب در آ. من دیگه چون به نیوتن خواسته همه چی رو به SI تبدیلش میکنم. برابر روم چقدره؟ خودش گفته 3 گرم به روی سانتی متر مکعب. پس میشود 3000 کیلوگرم به روی متر مکعب. یاد بگیر دیگه هر گرم به روی سانتی متر مکعب برابر است با 1000 کیلوگرم به روی متر مکعب. ضرب داره 10 ضرب داره. اچ هم چقدره؟ ارتفاعم چقدره؟ یه 75 تا با یه 35 تا. پس اچ کل بنده برابر میشه یه 75 به علاوه یه دونه 35. اگه اینا باشه کلن 70 با 30 میشه 100، 110. پس کلن میشه 110 سانتی متر. پس من اینجا روژه هاش میشه و 110 فقط سانتی ضرب در یه 10 به توان منفی 2 میکنم. این باید ضرب در چی بشه؟ ضرب در آ. آی اینجا رو یا اینجا؟ بابا کف ظرف میشه اینجا تو مخ، کف ظرف میشه اینجا و ضرب در یه 30 سانتی متر مربع هم میشه ضرب در 30 ضرب در 10 به توان منفی 4. که خب یه بخوام یه مقدار سادهش کنم، عرضم به حضور شما که 1 و 2 و 3 و 4 با این میره، این 10 به توان منفی 2 هم با این دوتا میره، 3 6 تا 9 تا، 9 ضرب در 11 میشود برابر با 99 نیوتن. گزینه سوم ولی گوش کن، ولی گوش کن، میزنی و نمره منفی نمیخوری. اتفاقا خیلی هم درسته. یه چیز دیگه میخوام بهت بگم، میخوام بهت بگم که نیای بگی F
F این پی ای که نوشتم F تقسیم برای نیایی بگی این برابر با W ها. چرا نمیشه گفت؟ چون که بیا تو شکل، بیا تو شکل. تو نمیبینی که مساحت قاعدم اینجاها تغییر کرده؟ این اینه این نیست، این اینه این نیست که بگم F با W برابره، این اینه اینه. یادت میگفتن F با W برابر برابر نیست؟ اینم همونه. پس تو بفهم جاهایی که مساحت قاعدت تغییر میکنه دیگه نمیتونی بگی F برابر با W. باید بنویسی F برابر با P ضرب در A. بری P رو حساب کنی ضرب در A کن. ولی یه وقتای اینه این ظرف خوشگل خیلی ساده است، F با W برابر هست. حالا بریم اینو حسابش کنیم، این W رو ببینیم که با 99 برابر نیست و اینجا یه مقدار داره میزنه تو سر مایه که مایه رو هلش بده بالا و F کمتر از W میشه. من ندید به تو میگم F یا همین چیزی که به کفه کمتر از W. برم اینجا W رو هم حساب کنم، میگم W برابر است با MJ. قبوله؟ W برابر با MJ است دیگه. خب آقا من به جای این M چی میتونم بنویسم؟ میتونم بنویسم رو ضرب در V، که خب الان میام اینجا رو بنده میخوام ضرب کنم. رو دارم چقدر؟ به SI تبدیل کنم، 3000 ضرب داره. وین چقدره؟ وی وین چیه؟ حجم اینجا به علاوه حجم اینجا، که حجم اینجا با اصلا خود چیه؟ همون حجم مایه استیه، همون 7500 است که باید بذارم اینجا حجمم. این حجم واقعیمه دیگه، همون قدیه که بنده مایه توش ریختم. خب الان اینجا من به چی باید بذارم؟ 7.5. میدونم که یه متر مکعب 1000 لیتره، پس هر لیتر 10^-3 متر مکعب هست. باید به اس آی بذارم دیگه. رو و ضرب در ژ، اینم ضرب در 10، که خب این 10^-3 با این 10^-3 با هم دیگه ساده میشه، اینم با این ساده میشه، میشه از 3, 5, 15 یکشون 7, 21, 22. پس وزن کل مایه‌ای که من ریختم 225 نیوتن شده، ولی نیرویی که به کف ظرف رسیده برابر با 99 نیوتن شده. نگاه کن که F از W کمتر هم هست طبق همون چیزایی که میگفتم. پس یه دوباره نکته رو بهت بگم، خلاصه نویسی کنیم. وقتایی که اینه این شکل، اینه اینجا ناکن، مساحت قاعده شما تغییر میکرد، حالا یا اینطوری یا اینطوری، فرقی نمیکنه، حالا هر جور دیگه کلا مساحت تغییر دیگه. F با W برابر نیست، ولی در این حالت ها، در این یه حالت F با W برابره، میتونی F رو W برابر بذاری. ولی اگر برابر نبود، نیرویی که به کف ظرف خواستی حساب کنی، باید بنویسی F برابر رو P ضرب در A. P رو از روجه هاشون اینا به دست بیاری، ضرب در A کنی، جواب تستم که میشد 99 نیوتن گزینه 3.